سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ یکی دیگه از ماجراهای روباه و خروس رو با هم دیگه شروع میکنیم. اینجا رو سمنوه چیکار داری میکنه؟ آقای دوم، از امروز تصمیم گرفتم که دیگه تنها نباشم. راستش رو بخوای، مدت هاست که متوجه شدم برای انجام درست نقشه هام احتیاج به یک دستیار خوب و وفادار دارم، کسی که مورد اعتماد من باشه و هر کاری رو که بهش میگم بدون چون و چرا اجرا کنه. پس تو هم موافقی هن؟ پس مشکل دستیار حل شد. حالا نوبت میرسه به یه نقشه جدید که تا حالا ای بابا، این تخته ها رو کی سر را گذاشته؟ این دیگه چیه؟ تا حالا همچین جعبه عجیبی ندیده بودم. برم از جلوی نگاهی بندازم. ها؟ این علامت چه روی این جعبه؟ فکر کنم علامت خطره. یه جمجمه و دوتا استخون و این یکی دیگه آتیشه. آره خودشه، این علامت آتیش خطرناکه. یعنی این که توی این جعبه باید چیزای آتیشی خطرناکی باشه، همون چیزی که برای نقشه جدید میخواستم. چقدر سنگینه، وای هرچی که هست منو در رسیدن به آرزوهام کمک میکنه. اخ جون، چه کیفی میده وقتی که اون حیوانای بیعقل با این نقشه من روبرو میشن، مخصوصا اون خروسی زبون دیراز. خب این چیه؟ دفترچه راه نمای استفاده از وسایل آتش بازی؟ شدم. اینا چیه؟ آخه روشن کردن یه مشکه این همه دنگ و فنگ نداره، فقط کافیه کبریتو بزنی و فتیله رو روشن کنی. فکر کنم باید دفترچه راهنما رو کامل و با دقت بخونم. خب دیگه تمام شد، حالا کتابو از حفظم، الانم نقشه فوق‌العاده جالب خودم. خب این نقشه دیگه مولایی درزش نمیره و تضمینی موفق خواهد بود. خب همونطور که میبینی بازم نبوغ من باعث شد تا من یه نقشه بی نقص برای گرفتن شقاقول طراحی کنم. خب نظرت چیه؟ میدونستم خوشت اومده، تو همیشه از نقشه های من راضی بودی و بزرگترین مشوق من در همه ی لحظات. خب حالا که با نقشم آشنا شدی دیگه راه برگشتی نداری، باید در اجرای اون به هم کمک کنی. ها؟ برای تغییر نظر دیگه خیلی دیر شده، من رو تو حساب کردم. خیلی خوب، خیالم راحت شد، حالا مونده زمان اجرای نقشه. این نور دیگه از کجا اومده؟ اونجا رو؟ ای بابا، این سقف کی سوراخ شد؟ اینطوری نمیشه، باید برم بالای سقف و اونو هرچه زودتر تعمیر کنم. فکر کنم زیر سر سرمه است، بس که میاد این رو میشینه و چنگولاشو تو سقف فرو میکنه. خب بالاخره اون لحظه که منتظرش بودیم رسید آقای دوم. خب شروع میکنیم. خیلی خوب، آماده؟ موفقیت در این نقشه بستگی به دقت زیاد هر دو نفرمون داره. آماده برای پرتاب؟ هدف تنظیم شد، مأموریت گرفتن شقاقول دوم دیراز.
شقا قلو بالا چی کار میکنی؟ نکنه میخوای دوباره پرواز کنی؟ نه جانم، سقف خراب شده، دارم تعمیرش میکنم. چی میگی؟ متوجه نشدم، صدای چکش نمیذاره بفهمم که چی میگی. شقا قول با تو هم. دارم میگم سقف خونه سوراخ شده، دارم اونو تعمیر میکنم. حالا شنیدی بابو؟ آره شنیدم، ولی مراقب خودت باش، او بالا خطرناکه. اگه یه وقت یه باد کوچولو بیاد ممکنه پرتت کنه پایین. تو هم که پرواز بلد نیستی. خیلی خوب، حالا هی بروم نیار، الان تموم میشه میام پایین. خب دیگه فیتیله روشن. ای بابا ثابت باشا، چی کار میکنی؟ این کاره چی چیه؟ همش تقشیر توه، بهت گفتم تکون نخور. خب اگه کمک خواستی با... صدای انفجار رو شنیدی؟ آره، صدای چی بود؟ من یه جا خوندم که شکست پله اول موفقیته. از اولم میدونستم که این نقشه متعجبت میکنه. ببین ماجرا از این قراره، با شیش برابر شدن انرژی رانشی برای پرتاب موشک ما به سرعت مطلوب میرسیم و دیگه مشکلی برای رسیدن به شقاقل نداریم. قبلا فکر اونم کردم، برای هدایت موشک از بالاهای استفاده میکنیم که البته خودم طراحی کردم. چه؟ چرا قیافه میگیری؟ اتفاقا خیالت راحت باشه، اینطوری امن ترم. امیده؟ بابو جان نمیخواد بی خودی خودتا نگران کنی. من مطمئن هستم دوستانمون همگی در سلامت کامل برمیگردن. من بیشتر نگران خودمون هستم که تنهایی. این نگرانیت که کاملا بی دلیله. من و تو که تنها نیستیم، ما با هم هستیم. راست میگی شقا قول. پس تو مطمئنی که همه چی رو به راهه؟ بله، من دیگه باید برم به بقیه کارام برسم. جدی میگی؟ میری سر کاره؟ هیچ وقت از این جدی تر نبودم. حالا دیگه باید برم که قبل از اینکه بارونی چیزی بیاد سقف رو درست کنم. به سلامت، فقط خیلی مواظب خودت باش. یه باری دیگه همه چیزو کنترل میکنیم. موشکا در وضعیت درست. یک بار دیگه شمارش معکوس برای پرتابا شروع میکنیم. آقای شقاقل سلام. شقاقل هر روز که تو بالایی مطمئنی که همه چی امن و امانه؟ ای بابا باز شروع شد، مثل اینکه این بابو دست بردار نیست. آره بابو جان، هوا خوبه، نه بادی میاد و نه صدایی. دیدی آقای دوم، این بار خیلی از نزدیکش رد شده. دیدی بابو چی بود از بالای سرمون رد شد؟ اینقدر سری رد شد که منم نفهمیدم، شاید یه پرنده موشکی بود. فکر کنم سقوط کرد. لعنت به این شانس، فقط یه وجه تا موفقیت فاصله داشتم. البته با این ایده جدید موفقیتمون حتمیه. ممنون که همه جا همراه منی آقای دوم عزیز و مهربان. خب این دیگه آخری نقشه است. با چند تا موشک یک بال هدایت شبنده دیگه نه تنها به خط مستقیم بلکه به چپ و راست و بالا و پایین هم میتونیم حرکت کنیم. اینطوری به هدف خودمون میرسیم. شما که موافقی؟ از اولم میدونستم با این نقشه موافقی آقای دوم. خیلی خوب، برای پرتاب نهایی همه چیز آماده است. سکوی پرتابم آماده شده، موشکا به هم متصل شده. نگران نباش، خودم همه کار رو انجام دادم. شمارش معکوس 10 9 8 7.
حالا که خونم رو درست کردم خیلی احساس بهتری دارم. برام از اینکه بالاخره اومدی پایین خیالم راحت شد. نمیدونم چرا اینقدر دلشوره داشتم امروز. فکر کنم به خاطر روزنامه‌هایی بود که دیروز خوندم. بله؟ مثل اینکه صفحه‌های حوادثش زیاد بود. عجب منظره زیبایی. راستی شقاقا چرا از اسبیخار و هیپوهاب هیچ خبری نیست؟ فکر کنم دیگه باید پیداشون بشه. صدای چیه شقاقا؟ فکر کنم زمین داره میلرزه. من که چیزی نمیفهمم بابو جان. اون چی بود تو آسمون؟ چی بود؟ برای یه لحظه فکر کردم سمنو رو دیدم که خودشو به چند تا موشک بسته و از افق رد شد. بابو مطمئن این چای بود؟ آره داره به طرف ما میاد. آره دیوانه داره به این طرف میاد. چی شد؟ کجا رفتن؟ ای ترسوان چرا جا خریدنید؟ ای بای این چرا داره این بری میره؟ ترمز نداره که حالا چی کار کنم؟ دیدی چی شد؟ فکر کنم سمنو پودر شد. ولی خیلی قشنگ بود. کاش یه بار دیگه میترکیب. چه خوشگذرونن. اون وقت ما اینقدر بودر بودر میکنیم برای اینا. ببینم شما چطوری قبل از اینکه ما برسیم شروع کردی به آتیش بازی. چقدر حرفه‌ای و بزرگ بود. آفرین. اقابلی نداشت ولی ما که کار خاصی نکردیم اسبی خان. فکر کنم سوء تفاهم شده اسب خان. این ما نبودیم، سمنو بود. سمنو روباهوی خودمون. چه عجیبه، سمنو آتیش بازی، اونم اینجا. وسایلشو از کجا آورده؟ من میدونم، حتما همون جعبه رو که ما تو راه گم کردیم و پیدا کرده و از اون استفاده کرده. این سمنو خان که از خودش ایده نداره، که فقط از فکرهای دیگرون استفاده میکنه. میه واقعا که روباه پر رودم درازیه. حالا دخترم هلس نخور، سر فرصت حالشو میگیریم. خب هست خون، کی برنامه رو شروع میکنیم؟ عجله نکنید. اول از همه این جعبه ها رو یه جای امنی دور از حرارت داخل انبار بذارید. حواستون باشه از کاهان فاصله داشته باشن. چشم، بعدش میتونیم شروع کنیم دیگه. دادا مگه بلدی با اونا کار کنیم؟ آقا دیگه کاری نداره، فتیله رو روشن میکنی و بوم. به به چه خوب بلدی هاپ. ممنون هست خون. نه خیر اینطوری نیست، خطرناکه. اول از همه باید دفترچه راهنما رو بخونیم و کامل اونو یاد بگیریم. اینطوری که حوصله‌مون سر میره. آره بابا اسبان، زیاد مطب خشخوش میذاری ها. ولی منم موافقم، اگه بدیدید چه بلایی سر سمنو اومده اون وقتی حرفا رو نمیزدید. رفت بالا و بخخخ پود شد، چند تا نقطه دور شد. منم نظرم اینه که این راهنماها رو کامل و با دقت بخونیم. میگن که احتیاط شرط عقله. خب ببینم، حالا سمنوه واقعا منفجر شده. آره حتما میخواسته با موشک بیاد سر وقت شقاقل، بلد نبوده دخلش اومده. البته این نتیجه بازی با وسایل خطرناکه. حالا میریم یه گشتی میزنیم ببینیم حالش خوبه یا نه، کجا افتاده. قار نگران نباشید، سمنو زنده است ولی خوب برشته شده. دیدمش داشت قرقر کنن میرفت به سمت خونش. گفت که شقاقل بهت بگم که بالاخره میگیرت تو به حسابت میرسه. بعدن که دیدیش بهش بگو که به همین خیال باش، چقدر رو داره. خب اسب خان از کجا شروع کنیم؟ از همون صفحه اول، سطر اول با هم میخونیم و جلو میریم و نکات ایمنی رو هم چند بار میخونیم که حواسمون باشه به تجربه سمنو دچار نشیم. آره اینطوری هم خطرش کمتره هم کیفش بیشتره. نظر تو چیه بابو؟
باشه منم قبول، فقط وقتی خوندنمون تموم شد میشه کتاب راه روا رو بدینش به من. برای چی بابو؟ برای اینکه اونو بخورم دیگه، تا حالا کاغذ این جنسی ندیده بودم، فکر کنم مزه کاغذ برشته و خاشخاشی بده، آخه درباره آتیش بازی. اینه باش همش به فکر شکم یه وقت تو دلت نداره که بابو. ای بچه سب، بس این مواد منفجره من شما بود؟ یعنی همش نقشه علیه من بود؟ این بار گول خوردم ولی انتقام میگیرم. چی میگی آقای دوم؟ تقصیر خودم بود؟ باید دفترچه راهنما رو میخوندم و احتیاج میکردم؟ البته باید اعتراف کنم که حق با توه، درسته؟ اینم خیلی قشنگه ها، اما با آتش بازی ما نمیرسه مگه نه؟